سلام بر رادیابی خوش آمدید. دوستان در این برنامه روی قیمت تیل و گاز در بازارهای کشور میپردازیم که نسبت به گذشته افزایش یافته است و مردم شکایت دارند که حکومت در کنترل نرخ تیل و گاز در بازارهای کشور عاجز است و یک شمار از مافیا یا افراد خاصی هستند که بازار نفت و گاز افغانستان در کنترلشان میگیرند. ما در برنامه رادیابی این هفته روی چگونگی بلند رفتن قیمت تیل و گاز در بازارهای افغانستان میپردازیم. همراهی با از چند به این صبح بلند رفتن قیمت دلار در برابر پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت تیل، گاز و دیگر مواد اولیه در بازارهای کشور شده است که از 6 تا 8 افغانی در قیمت فیلتر تیل و گاز افزایش با وجود آمده است. باشندگان شهر کابل با انتقاد از حکومت تاکید دارند که برای کنترل قیمت تیل و گاز اقدامی نکرده است و عدم کنترل بازار سبب شده است تا هر که مطابق علاقمندی خودشان قیمت تعیین کنند و تجار و سرمایه‌دار نیز مواد سوختی را به گونه خودسرانه و بدون در نظر داشت و مشکلات مردم بلند می‌برند. ولی یک دو ساعت، دو نیم ساعت، سه ساعت که ما زیاد کار کرده نمیتونیم بیاد. دلیلش چی است؟ دلیلش را بندان است، اینمی تیل است. دو مشکل بسیار زیاد ما داریم که یکی را بندان است، یکی تیل هم بسیار قیمت است. حال چی شود؟ باید ارزان کنه دولت که بیاد یک ذره توجه کنه برای مردم بیاد تا چه وقت ما قبط بختی بکشیم. یعنی مردم نو مشکلات رو بود. بسیار زیاد بیاد دیگه، ما چی بگیم دیگه؟ نمیال ما استفاده دادم است، والا صبح تا شام کار میکنیم کلش از تیل میتیم. گوالا نام خداست، اینا ما قسم میخوریم کل یعنی تانگولا ساز از چی کار میکنیم دمی تانگ است. بله دیگه تاوان است، همه یه چیز فایده نمیمونه. اون روزه که چیز کار میکنیم پس بوده که کلش تیل میدازه. باید دیگه از امی یک کم هم یک نرخ تا این برای شبه که از امی یک نرخ باشه، هر وقت با این بالا نشه که یک نرخ باشه که با هم متروان هم فایده باشه، حد اقل هم فایده و بشی خوب برش ببانه. دیگه حالا بسیار بلند است نرخ. مال خرچ مصرف نمیبره؟ نه خیلی نیه، قدر نمیبره. همون که مقصد میشه که پس تیل پردیم و بگه خلاص. والا مردم هایی که ندارن پیسه دیگه با اونا سخت است دیگه. تاثیر زیاد کرده، به کل دیگه تاثیر کرده. کنترل نیست، هر کس سر به دل خود هر رقم چیز سودا میکنه، بر نرخه که دل شد سودا میکنه. افزایش در قیمت تیل نه تنها برای رانندگان وسایط مشکل آفرین شده است، بلکه در کنار رانندگان برخی دیگر که مصرف کنندگان و مردم بی‌بضاعت نیز متضرر میشوند. شهروندان شکایت میکنند که با بلند رفتن قیمت تیل رانندگان وسایل تاکسی و بسهای شهری نیز کرایه هایشان را دو چند افزایش میدهند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان روزانه بیشتر از 10,000 تن تیل در افغانستان به مصرف میرسد که گفته میشود بازار آن به گونه مافیایی در اختیار شماری از افراد نزدیک بر رده های اول حکومتی است که نرخ بازار را نیز آنان تعیین میکنند. یک تعداد مافیا هستند، اونا بدون گمرک اجناس خود وارد افغانستان میکنن، از لحاظ نفت و دیگه اجناس های مختلف که وارد میشوه. یک تعداد تاجرای قانونی را داریم، اونا گمرک داره جنس های خود وارد بازار میکنن. اونا با اونا چطور رقابت کرده بتانن؟ یک تعداد اونا هم مالیه نمیتن و هم جنس های بدون کیفیت میارن. این باعث شده اینی ببینین چقدر مردم تاجرها ضرر دیدن، اکثری مردم ها از اینجا فرار کردن رفتن که چون دولت در غیر مستقیم دخیل است. تعدادی هم مافیا در دولت هم وجود داره که اونا را حمایت میکنه، هم مواد بدون کیفیت وارد میکنه و هم بدون گمرک. این دو بخش که میایه در اینجا تاجر اصلی که مقابله کردن میتونه و حکومت هم غیر مستقیم دخیل است. هر کسی که بخواد بیا محاسبه کنه معذر است، ما برای محاسبه کنیم که آیا او اشتباه گپ میزنن یا ما هم چیز نرخ تیل نرخ بین‌المللی است، پایین شو پایین میشه، بالا شو بالا میشه، هیچ چیز پت نیست که میگن، چون کسی دیگه گپ نداره، دیگه کدوم رای نداره که انتقاد کنه. همین یک گپ است که مافیا میگن. به محاسبه کنه که مافیا یعنی چی معنا.
وقتی که نرخ جهانی در سایت بین المللی است، کرایه معلوم است، انتقال معلوم است، هیچ کدوم مافیا وجود نداره. چون مردم ما دیگه گپ نمیفهمند، مسلکی نیستند، کسی دمی رشته نیست که او بیایه امرای ما گپ بزنه و ما امرایش گپ بزنیم که بفهمه که تل یعنی چی مانا. هر آدمی که میشینه درباره تل گپ میزنه که ما امروز چی بحث کنیم. قرار بود که دولت به ما زمین بده و اونجا با یک مراسم با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال اولین پالایشگاه نفت و گاز افغانستان تاسیس شد که تمام نیازهای داخلی ما را نه تنها از نفت و گاز بلکه از قیر یا آسفالت و همچنین پولیتیلین که اساس همین چیزهای پلاستیکی است و ما از اون بسیار زیاد واردات داریم، یک بخش عمده واردات ما همین پلاستیک باب است، بسیاری تکان پلاستیکی است، همون پلاستر که میگنش. اما متاسفانه این کار صورت نگرفت و دولت حمایه نکرد و امو شرکت قراردادی چینایی هم که قرار بود مواد خام از این ریفاینری بته به نام امو دریا که با وطن گروپ شریک بود، او چینایا همچون قرارداد مشکلات حقوقی داشت، او قرارداد به شکل یک جانبه از طرف دولت افغانستان لغو شد و ما ماندیم و واردات. اما در واردات هم ما میتونستیم که به درستی کار کنیم، ولی متاسفانه در سکتور نفت و گاز افغانستان بی نهایت فساد وجود داره، بی نهایت سوء استفاده وجود داره، بی نهایت دزدی از دارایی‌های عامه وجود داره. وقتی که پول داخلی، پول ملی قیمت خود و ارزش خود از دست میده، در گام اول تماما مارکت توجه میکنه به خاطر خرید پول خارجی، چون ثبات نرخ در پول ملی وجود نداره. وقتی که این کار آغاز میشه، یعنی به این معنا که تقاضا نسبت به اسعار خارجی چند برابر میشه و من عرض کردم که این روند اقتصاد است، ترازوی اقتصادی را در همه مارکت ها به اثبات رسانده. هر مقداری که تقاضا بر یک محصول، بر یک کالا و یا به یک ارز خارجی بلندتر میره، به همو اندازه در برابرش اسعار داخلی که وجود داره قیمت از او کاهش پیدا میکنه. بنابراین تقاضا به اسعار خارجی بلندتر میره و این قیمت اسعار خارجی بلندتر میره نسبت به اسعار داخلی ما. اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید که قیمت شدن دلار در برابر پول افغانی نگران کننده است و این معضله سبب شده است تا نرخ نفت و گاز و قیمت مواد اولیه رو به افزایش باشد. ما گفتیم که سیستم وجود نداره. سیستم اگه وجود می داشت که پرزن ما به حیث یک تاجر جنس از کمپانی خریداری میکنیم و این در سیستم داخل میشد و ما قرارداد دولت میکردن، در قراردادهای بین‌المللی دولت شریک می بودن یا در سازماندهیش وزارت تجارت شریک می بودن، در او صورت او در سیستم می آمدن و در سیستم معلوم می شدن که جنسی روغان، یا احمد، یا محمود، هر جنسی که هست با چند خریداری شده و با چند سرشان مالیه می آمدن و یه آدم چند فیصد باید مفاد بکنه که در بازار بپروشه. این هم در پروش بالاخره که تحت کنترل و تحت مراقبت بیاین، باز پرچون پروش هم می شه که تحت کنترل بیاین. سیستم وجود نداره و در سیستم فقط اظهاری که تاجر میکنن، یک اینویسی که میارن او اینویسش هم کسی قبول نمیکنن، از خود نرخ داره، دی تابیزی گمرکات از خود نرخ داره، سیستم وجود نداره. یکی دو میتور هستن که دولت اگر مطابق قانون دفاع از مستهلکین و اینمیا هم یک پروسیجر برشان جور میکنن، میتانستن که کنترل بکنن. اگر توجه نکنن، ما پیش بینی می است که حتی 85 افغانی که بانک مرکزی اعلام کرده که ممکن به 85 افغانی هم در برابر یک دلار آمریکایی اگر نرخ با بلند بره روند عادی است. ما معتقد هستم که از 85 می بلندتر می بره و اگر کنترل نشه شاید هم به 100 افغانی برسه و این یک بحران بسیار جدی و رکود اقتصادی در افغانستان میتونه شاهدش باشیم اگر چنین وضعیت رخ بده. اگر ببینیم ما در 100 دلار یا 50 یا 100 افغانی یا 1.5 افغانی بالا بره، در یک کیلو چای یا در یک قوطی روغن که قیمتش 500 باشه یا 300 باشه، در او 50 رفع بالا میبرند. اگر این را محاسبه کنی، در او حساب باید دلار به چیز بره، به 10,000 با بالا بره و قیمتش کنه، چون اینا کنترل کرده نمیتونن، یک کمیسیون در این راستا وجود نداره که اقلا نرخ مطابق اسعاری که بالا میره به او اندازه امی قیمت جنس فرق کنه، نه اینکه در یک کیلو بوره چای روغن
تیل یا گاز به این سقامت ها 100 روپه یا 50 روپه کیلو فرق کنه. این دارد در مقابل 7000 افغانی 200 افغانی فرق میکنه. اما در مقابل 500 افغانی جنس که کیلو 60 یا 50 افغانی 60 افغانی کیلو تیل و گاز و یا هست، یعنی 10 20 افغانی یا 30 افغانی فرق میکنه. این ناتوانی یعنی نهادهایی که مربوط میشه مثل وزارت تجارت، نرم استاندارد و نفت و گاز، همین نهادهای مربوطش باید این را کنترل کنه و حکومت باید در این راستا جدی توجه داشته باشه. یعنی توی کار را کرده نمیتونه، حکومت در هر راستا ناکام بوده، به خصوص در 4 سال گذشته ما شاهدش هستیم. در هیچ استقامت نتانستن، نه از لحاظ امنیتی مردم راضی هست، نه از لحاظ اقتصادی مردم راضی هست، از هیچ بردش حکومت موفق نبوده و شعارهایی که در گذشته دادن ما در اقتصاد مردم تغییرات میاریم، در امنیت مردم تغییرات میاریم، در بخش سیری تغییرات میاریم، در همه چیز ناکام بوده. شما ببینید در طول عمیق وقت اینا زدوبندهای داخلی که دارن تا هنوز خلاص نشدن. ما شاهد 6-7 وزارت و ریاست ها را سرپرست شده هستیم. حتی شاروال کابل که شاروال یک مرکز افغانستان است، تا به این روز سرپرست است، چون اکثری بخش ها مربوط از این شاروالی میشه، چون او سرپرست پیش میبره وظایف خوده. او نمیتونه یک سرپرست مطابق یک قانون کاری که قانون برای یک کسی که مسئول درجه یک باشه یا مسئولی که متوجهش میشه و کار پیش ببره نمیتونه. بنابراین حکومت در تمام کارهای خود قبلا هم گفتم ناکام بوده. برای می سه دسته که مثلا دست اول که میاره و تن 100 تن 200 تن 500 تن مفروشه و کمتر و کمتر با پرچون فروش و پرچون فروش با مراجعین یا مشتریاش که همه رو مد نظر گرفته یک نرخ تعیین میکردیم که نرخ عمده اینی نرخ است و نرخ پرچون که شما 5 کیلو 4 کیلو میخواین اینی نرخ است. و از همشهری های ما اعلان میدادیم که شما بالاتر از اینا هر کس که سر باز میزنه بر ما معرفی کنین یا آدرس بدین. و دلیلش این بود که ما او را مثلا رفته و پرچون فروش خدای نخواسته نمیکردیم که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنیم. خب مورد بازپرس قرار میگرفت که شما برتان گفته شد اعلان شد که شما 4 افغانی مفاد بگیرین، چرا 8 افغانی مفاد گرفتین؟ اگر او بر ما اسناد ارائه میکرد که ما بالاتر از نرخ را که شما با عمده فروش داده بودین، من بر بالون 100 افغانی بالاتر گرفتم، هیچ گونه ما با اون عمده فروش که بالای از نرخ بالاتر فروخته با اون صحبت میکردیم و همین رقم ما اصل نفر هر کس باشه پیدا میکردیم. از اون لحاظ است که حکومت خصوصا وزارت صنعت و تجارت در بخش مواد نفتی و بخش کالاهای خوراکی که بر اساس استاندارد باشه بسیار توجه داره. ما در تمام کالاهایی که بر صحت ما و بر محیط زیست ما مهم است، در پهلوی با همکاری اداره محترم نرم استاندارد افغانستان توجه خاص داریم. در قدم نخست بر ما کیفیت مهم است و در قدم دوم بر ما قیمت مهم است که بیش از 40% مردم افغانستان زیر خط فقر هستند. باید هر کشور که بر ما کالای با کیفیت با قیمت کمتر بده ما تشویق میکنیم تجار ما با او کشور قرارداد کنند. در همین حال اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز هر نوع انحصار بازار تیل و فعالیت مافیا در این بخش را رد میکنند و میگویند تاجران افغانستان با بسیار سادگی میتوانند در این بخش فعالیت کنند و بلند رفتن قیمت تیل نیز بستگی به بلند رفتن قیمت دلار در برابر پول افغانی دارد. اما آگاهان اقتصادی میگویند بازار نفت و گاز در دست مافیا و زورمندان است و حتی تیل را بدون محصول مالیاتی و با همسویی مسئولان و پرداخت رشوه وارد بازارهای کشور می سازند. همین یک چیز یادتان نره، این حکومت است، این دولت است، این وجود داره، بخوایی نخوایی وجود داره. امنیت داریم، وزارت مالیه داریم، سارنولی داریم، محکمه داریم، همه چیز داریم. در مرزای ما از این چیزهایی را که برای تو نام گرفتم کلشان وجود دارن. مافیا را مشناشه که تیل به محصول تیر میکنه، که محصول دار تیر میکنه، که چه قسم جنس میاره. این چیزی نیست که پت باشه و چیزی است که خود حکومت از تمام وضعیت میفهمه که کی چی کده و او که کدام بخواه اگر کسی از ازمو خط عبور کنه حکومت خوش تصمیم میگیره بسرش که کرا بگیره کرا نگیره کرا برش مشکل ایجاد کنه چوری کارا میکنه. این یک چیز معلوم دار است. اینطور دروازه هم نیست که دروازه باز باشه، مرکز که واسطه داشت ازمو تیل بیاره تیر کنه، چه بعد ما واسطه دارم هیچ امکان نداره. و همه چیز حکومت خودش میفهمه میدونه میبینه دیگه
قابل قبول اون است که هر کس میاد تله و سر به خود تیر میبینی هیچ امکان نداره. یعنی اون چه که انحصار بازار از سوی افراد اشخاص نزدیک به نه نه هیچ چی گپ نیست. بازار آزاد است، همه گی تیل آورده میتون، همه گی رقابت میکنه. اینم یال ارزان ترین تیل وجود داره. از این که دیگه ارزان تیل هم نیست، چون نرخ جهانی یک وقت در قیمت 25 دلار تا 27 دلار 30 دلار رسید، امروز است 79 دلار 80 دلار، امروز شده 75 دلار هر بیلر. این نرخ در پایین و بالا میشه و او چیز نیست که مردم یکم تو است که به تیل نمیفهمید، فقط فهمیده که ما در روز تلویزیون آریانا سعی کردیم یک دو بچه آمده بود کارشناس شروع کرده بود به خاطر تل ما را خودم خنده کرده بود کالمی تو کدام روز کدام تل میفهمی که تل از کجا میاد کجا میره چی میشه و هر کس یک نظر شخصی خود میده هر کس درباره تل کدام مشکل مستقیم داره که در چیز میخواد اگر نمیفهمه باید بفهمه به ما رئیس اتحادیه صدوسی نفت گاز افغانستان ما بفهمون مشکل تل چی مونه و چی از کدام چیز هم باشه ما حاضر هستیم هر نوع جواب دهی درباره زیر آزار است. بررسی ها همواره نشان می دهد که سکتور نفتی افغانستان طی سالهای اخیر با فساد متهم بوده و فساد گسترده در این بخش وجود دارد، چنان که در آمارهای رسمی هم دیده می شود بیشتر از 50% مالیاتی که باید از وارد کنندگان نفت گردآوری شود سالانه به علت بهره‌گیری از معافیت های مالیاتی برخی از شرکت ها از دست می روند. در حال حاضر دولت افغانستان کمترین درآمد را از این مدرک دارد. این گروه ها بیشتر بر منفعت گروه و شخص خودشان تمرکز دارند، نه بر منفعت عمومی افغانستان یا بر منفعت عامه مردم افغانستان. لذا تا زمانی که جلوی این فرایند نامطلوب در درون نظام سیاسی گرفتن نشه، ما باور ندارم که ما به یک ثبات ارزی و به ثبات نرخ کالای تجاری من جمله نفت در افغانستان برسیم. گروه های الگاریشی در مجموع آدم ها، این گروه ها به دنبال آدم هایی هستند که خیلی عاطل و باطل و بیکفایت و بی اراده باشند و اینا در پوست های مختلف دولتی گمارده می شود و از طریق از اینا بسیار بر راحتی گروه مزبور می تواند به هدفشان برسد. لذا از آمدن حکومت وحدت ملی نزدیک به 5 سال می گذره و داره عمرشان به پایان می رسه، شما شاهد بودین که ده ها اداره مستقل و ده ها وزارتخانه با سرپرست اداره میشد. ولایت ها نزدیک به سقوط هستند و جنگ شدیدتر میشه و حلقه جنگ تنگتر میشه. این خودش حکایت از نابسامانی شدیدی نظام سیاسی افغانستان و از درگیری اعضای نظام سیاسی افغانستان در درون دولت میکنه. خب یقینا که مشکلات بسیار زیاد است. یک مشکلی است که در طی 17 سال گذشته اینا نتانستن که یک نظام اقتصادی حداقل پیشتازه که حرکت کرده بتانه، پیش رفته بتانه و خود خودش رهبری کنه میره ساخته نتونستن. اینا هیچ برنامه دقیقی بر رشد اقتصادی تاولی را نکدن. گپ تبلیغاتی است، گای مسائل منطقوی رو به واسطه تولید ناخالص ملی بیان میکنن که تاپی تور شد، که کاسای تور شد، که فلان تور شد و هیچ ربطی به اقتصاد وطن نداره. برای اینکه نو پروژه از ماست و یا در مطبوعات ایره به خاطر پدکدن کمبودای خود، برای پدکدن ناکامی های خود به او میچسبن و ایر تبلیغ کرده میرن. به این خاطر ما خواهش ما از همیشه بوده که بسیار با مردم صادق باشیم و مشکلات هم اگه وجود داره ایر به مردم بگیم و مشکلات به رسمیت بشناسیم و بر حل از او با عقلانیت کافی حرکت کنیم. بسیاری ها به این باورند که در سکتور نفت که یکی از بزرگترین سکتورهای مالی کشور به حساب می رود همواره با چالش های جدی روبرو بوده است. با آنکه افغانستان سالانه به حدود 3 تا 4 میلیون متریک تن مواد نفتی ضرورت دارد، در این میان تیل از بنادر کشور بدون شکل تجارتی و شیوه مافیاتی وارد کشور می شود. تیل تجارتی کمتر و تیل مافیاتی بیشتر وارد می شود. آگاهان به این باورند که در این مورد باید محاسبات دقیق صورت بگیرد تا ریشه یابی گردد که فساد در چه سطح در سکتور نفتی افغانستان وجود دارد، در کدام بخش بیشتر صورت گرفته و بیشتر چه سالهایی را شامل می شود. تا اگر روزگار پیدا نشود مشکل بسیار جنجالی است که شود. خود در این وطن جنگ است، مشکلات است و از طرف دیگر دولت می تانند که بعضی قراردادهای های بین‌المللی را، بعضی اجناسی که هستن مثلا مواد نفت است یا ساختمانی است، بعضی چیزا با کمپانی های بزرگ
خودشان قرارداد بکنن. خودش قرارداد بکنن اگر پول ندارن و مسائل نداره باز خودشان به حیث یک پارتنر به سکتور خصوصی به پروش برسن. و دو وقت بازو داخل تقریبا به شکل از اشکال داخل بازار میشه. داخل مارکت میشه. باز مارکت میتونن که یک 20%، یک 4%، یک 50% رو کنترل بکنن. تا هنوز هیچ تدابیر نیست، هیچی داره وجود نداره که در این رابطه کار کنه. در قیمت ها بالا نشده قیمت ها در قد. یه افغانی است که قدرت خرید خود از میتو سقوط کرده میره. حالا شما فکر کنید از سال 2013 از آخر 2013 تا بال از 46 رپه دلار رسیده با 74 رپه. هیچ چیز کس پت کرده نمیتونه. یک چیز نرخ به مللی است و هست ما افغانی ما شما 69 رپه بود 70 رپه بود 2 رپه بلند رفت یا 3 رپه یا 4 رپه بلند رفت 4 رپه دیگه هم در افغانی سرش تفاوت میکنه. یک چیزایی است که این با تل چابونی تعلق نداره که پلان میره پایین می ابونی مربوط تل نمیشه او مربوط پول خود ما میشه چون تل به دلار خرید میشه هر چی که دو پایین چه پایین میکنندش بالاش و بالا میکنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان ما نظام اقتصاد بازار پذیرفتیم. وزارت صنعت و تجارت نه بل تمام اداره های حکومتی حق تعیین نرخ ندارن. شهرداری ها باشن، وزارت صنعت و تجارت باشه یا وزارت های دیگه اقتصاد باشه یا هر جایی که باشه. اما ما قانون رقابت داریم و به این معنی نیست که نظام اقتصاد بازار هر کاری که دل فروشنده بود. قانون حمایت از مستهلک داریم که بر اساس از ما کمیته داریم که نظارت میکنیم و او کمیته از تقریبا 15 اداره حکومتی و سکتور خصوصی هست که کالای بی کیفیت در داخل افغانستان نباشه، کالای تاریخ تیر شده نباشه. این بار نخست نیست که قیمت تیل و گاز در بازارهای کشور افزایش می‌یابد، بلکه در سالهای گذشته نیز مردم از چنین وضعیت شکایت کردند. طبق آخرین اداها و اکتشافات در مورد نفت و گاز افغانستان در حدود 1.8 میلیارد بشک نفت خام و در حدود 3000 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 562 میلیون بشکه گاز مایع وجود دارد. همچنین افغانستان توانایی استخراج روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را دارد که درآمد معادل سالانه 9 تا 10 میلیارد دلار برای افغانستان ایجاد می‌کند. میزان نفت و گاز افغانستان از بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت و گاز چون کشورهای آذربایجان و ازبکستان و دیگر کشورها بیشتر است.